بخشت. سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكة هو وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله از ياران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم بحث ما در سرات مستقیم بود و به قسمتی از نکاتی که ایشون در رابطه با بحث سرات مستقیم اشاره فرموده بودند اشاره شد تا رسیدیم به اینکه یه دوره هم از گذشته در جلسه قبل کردیم از دو سه جلسه گذشته تا در بحث سرات مستقیم رسیدیم به این نکته که ایشون فرمودند که هر زلالی شرک است و هر زلالی شرک است و ظلم است و هر ظلمی زلال است اگر یادتون باشه یه سیری رو ایشون برقرار کردند که هر شرکی ظلم است هر ظلمی شرک است یعنی شرک ظلم است ظلم شرک است بالعکس میشه و هر دو راه داره و همچنین هر ظلمی زلال است لذا در حقیقت هر شرکی زلال است یعنی این برگشت سه بر هر دسته هم آیه ای ذکر کردن ایشو اینو خوندیم دیگه یادتون میاد یا نه تو جلسه ی دو سه جلسه ی گذشته که هر شرکی ظلم است هر ظلمی هم شرک است هر ظلمی زلال است در نتیجه ایشون نتیجه گرفتن که زلال و شرک و ظلم با همدیگه چی هستن؟ متلازمت المعنا هستن این سه یعنی هر جا پای زلال باشه پای شرک و ظلم هم هست هر جا پای ظلم باشه پای زلال و در حقیقت شرک هم هست این بعدها خیلی به کار میاد تو مراتب احتدا، مراتب ایمان مراتب سرات مستقیم که به عنوان اون حقیقت سرات مستقیم تو این بحث خودمون و بحث دیگه که یا اونجایی که میفرماید که اهد اه من رو ظالمین در حقیقت بهش نخواهند رسید این بحث یا این که و من و ما یؤمنو و اکثر هم بلا الا و هم مشرکون این بحث اونجا اونجاها دائما خودش رو نشون میده که تلازم بین ظلم شرک و زلال که این ستا هر کدام باشند اون دوتای دیگه هم حتما همراهشون هست البته اینها مراتب دارند دیگه جمع میشن با ایمان تا به مرتبه اطلاقی میرسن که دیگه با ایمان قابل جمع نیستند این بعدها اشالله ب... پس این بحث و اینجا ایشون کلید مباحثی که شاید بیش از صد بار استفاده خواهد کرد از این بحث اینجا کلیدش رو ارائه کرده فرموده که بین زلال و ظلم و شرک چی هستش؟ تلازمه هر جا هر کدام از اینها باشن اون دو تای دیگه هستش یه جا ثابت کرد بقیه جاها اشاره می کند پس اینجا آیاتش رو اوورد و جلسه قبل هم اینجور که من یادمه خوندیم این رو نخوندیم دو جلسه دو سه جلسه قبل که این ستا بینشون تلازم هستش لذا از این بحث عبور میکنیم به بحث بعدی که کسانی که بر سرات مستقیم قرار میگیرن وقتی میفرماد اهدن از سرات المستقیم من رو به سرات ما رو به سرات مستقیم هدایت کن سرات مستقیم سراتی است که ان امت علیهم غیر المغضوب علیهم یا مع الذین انعم الله علیهم که اونجا سرات مستقیم هیچ کدام از این ستا هیچ جای ورودی ندارن تو سرات مستقیم نه ظلم نه شرک نه زلال پس کسانی که در صراط مستقیم قرار می گیرند یا به تعبیری از آیات قرآن کریم علا صراط مستقیم علا احاطه است حالا ایشالله آیاتش رو در پایان بحث سرات مستقیم خدمت دوستان ارز می کنم که در قرآن نسبت به نبی ختمی می فرماید که علا صراط مستقیم علا صراط مستقیم یعنی احاته به سرات مستقیم داره که این علا خیلی کار ازش میرسه اگر رجوع کنید لفظ سرات مستقیم رو یا سرات رو در معجم بعد ببینید اونجاهایی که علا سرات مستقیم آمده اونجاهایی که علا سرات مستقیم آمده یعنی به سوی سرات مستقیم یا اونجاهایی که در حقیقت سرات مستقیم آمده هر کدوم از اینها چی هستش تفاوت میکنه نسبت به نبی ختمی عمده آیاتی که وارد شده تعبیر تعبیر علا سرات مستقیمه یعنی علا احاطه به سرات مستقیم احاطه به سرات مستقیم غیر از این از که هدف سرات اینجا میفرماد اهدنا اهدن از سرات المستقیم اهدن از سرات المستقیم یعنی الا سرات دیگه یعنی ما رو هدایت کن به سمت سرات مستقیم درسته؟ یعنی ما در سرات نیستیم ما رو به سمت سرات هدایت کن درسته؟ اما اون که میفرماد فرماید مستقیم علا سرات مستقیم خیلی باید سنگین باشه کار حالا با اون خصوصیاتی که برای سرات مستقیم بیان میشه که هیچ نحوه ای از شرک، ظلم و زلال بر کسی که در سرات مستقیم قرار میگیره وجود نداره دقت میکنید پس در حقیقت اونهایی که سرات مستقیم وجودشون رو تشکیل میده یا حتی شعن وجود اونها سرات مستقیمه چرا؟ چون اونها علا سرات مستقیمن احاته دارن این شعنشون میشه قطعا وجود اونها سعش خیلی عالی میشه خیلی عظیمه که سرات مستقیم هم یک شعنی از شعون وجود اونها و یک ظهوری از ظهورات اونها میشه با این نگاه تونستم ارزمون برسونم که علا با الا چقدر تفاوت میکنه در سرات مستقیم به خصوص با اون خصوصیاتی که اینشاالله کم کم گفته شده و بعد از این هم انشالله گفته خواهد شد لذا ایشون بله اونجا داره که حالا عرض می کنم که علا حافته سرات اونجا حافته سرات که شیطان کمین میکنه قعده علا سرات میشینه بر سرات دقت میکنید نشستن بر سرات یعنی اینکه کمینگاهشه نه اینکه سرات ظهورشه لذا در اون بحث دیگری که داشتیم قعده علی سرات علا حافته سراته حافته سراته دو کناره سرات دو کناره سرات یعنی شیطان وجودش خارج از وجود سراته اما کمینگاهش در سراته لذا نمیگذاره کسی در سرات چی باشه؟ نمیگذاره کسی که به سمت سرات داره حرکت میکنه یا میخواد وارد بر سرات بشه به این راحتی وارد بشه و بماند نه لذا اونجا دائما در حال اگر کسی لحظه خلجانه از شیطانم برش وارد شد در اون لحظه در سرات نیست لذا ورود شیطان بر هر شخصی در سرات نیست همون جوری که در روایات داریم که اگر کسی به معصیت مبتلا شد روح ایمان در لحظه معصیت از او چی شده جدا میشه مفارقت پیدا میکنه و وقتی که برمیگرده مرتبه ضعیفتر برمیگرده درسته همه سبیل ها بعدا هم میفرماید یه نکته است یکی از نکات همه سبیل ها به سمت سراته و سرات با همه سبیل ها هست دقت میکنید اما سبیل ها با سرات نیستن چرا چون سبیل ها مختلفن چون سبیل ها با ظلم و شرک و زلال جمع میشن درسته امتیاز دارن از هم دیگه اما سرات کسی که در سرات واقع میشود به عنوان مطلق نه دامنه سرات نه ارتباط با مرتبه از سرات کسی که با از سرات متحد بشه مرتبط بشه او دیگه در حقیقت چی هستش او دیگه امتیازی با مراتب دیگه نداره بلکه با همه مراتب م... لذا ایمانی که هدایتی که از نبی ختمی نشأت میگیره با همه ایمانهاشی ازش همراهه اما همه ایمان ها با نبی ختمی همراه هن؟ نه لذا مظهریت اسم هوه معکم اینما کنتم با هدایت نبی ختمی نسبت به هدایت های دیگه همراهه که هدایت او با همه هدایت ها هست اما آیا همه هدایت ها با نبی ختمی هستن؟ نه چرا؟ چون این معیت از اون طرف به این طرفه از این طرف به اون طرف نیست چرا؟ چون اطلاق داره اطلاقش نه به معنای اینکه اطلاق شرطش باشه اگر تعبیر اصطلاحی بخوایم بکنیم که ساده باشه کسی که در سرات مستقیم از سرات قرار میگیره لا به شرطه دقت میکنید که یجتمع مع الف شرط اما هیچ کدوم از شرطها او رو حد نمیزنه این کمال اون مرتبه است که به مرتبه اطلاقی میرسد که اطلاق شرطش نیست لا به شرطه اطلاقیه دقت میکنید نه به شرط لای اطلاق دقت کنید؟ به شرط لای اطلاق نیست که این یه بحث اصطلاحی البته تو پرانتز بود جان حالا او لا به شرط مقسمی یا قسمیش حالا بماند که اون اشکالات دوباره پیش نیاد که لا به شرط مقسمی باشه یا لا به شرط قسمی باشه اون حالا بماند اونش اون بحث بله یعنی لا به شرط مقسمی مفهومی اگر گرفتیم الان چون وقتی مصداقی گرفتیم اون وقتی خورده بحثا دقیق تر میشه لذا اونی که بر سرات هستش ال سرات او وجودش او هدایتش او کمالش با تمام کمالات چی میشه جمع میشه اما هیچ کدام از کمالات او را حد نمیزنه چون کمال مرتبه است برای دیگران لذا ایمان نبی ختمی با همه ایمان ها جمع میشه ایمان حضرات معصومین با همه ایمان ها در به مراتب وجودی ایمان جمع میشه اما ایمان ها در مرتبه اونها نیست لذا میگیم هو معکم عین ما کنتم خدا با شما از هر جا شما هستید اما هیچگاه درست نیست که بگیم انتم معهو هیچگاه صحیح نیست بگیم شما با او هستید دقت میکنید هو معکم صحیحه اما انتم معه صحیح نیست اگر گفتیم انتم معهو باید بیان کنیم که انتم معهو یعنی با دامنه او نه با او با دامنه وجود با ظهورات او با اسماء او دقت میکنید اما نه با او چون او در حقیقت منزه از چی هستش همه تعیناته اما هو و معکم چی هستش او لا به شرط اطلاقیه او لا به شرط اطلاقی لا به شرط اطلاقی در اونجا چی هستش یشتم ما الف شرط اما یشتم ما الف شرط هیچ کدوم از شرط ها او رو تقیید نمی زند دقت میکنید اما این بحث مفهومی نیستش ها این بحث در حقیقت چی هستش مصداقیه اگر ایمان نبی ختمی جمع میشه با همه ایمان ها مفهومی نیست این بحث بلکه چی هستش مصداقیه او وقت میدونید اگر این بحث مصداقی شد چی توش در میاد حالا بعدا توی یکی نکته ها اشاره میکنیم ولایت تامه رسول خدا الست اولا بکن من انفسکم که انسان ها آیا هدایت فطری تو وجودشون اولا و به ذات هست یا نیست هدایت فطری تو وجود همه هست همه در حقیقت بر اون اساس ولایت فطریه و هدایت فطریه متولد میشن که چی هستن کل مولودن یولد و الفتره و فطرت هم از بین نمیره بلکه محجوب میشه اگر فطرت که همون هدایت گره به ایمانه در وجود همه هست و ایما از بینم نمیره ولی محجوب میشه و هر کسی هم تو مراتب کمالی به مراتب فطرت و هدایت فطری داره میرسه پس ولایت نبی ختمی بر همه در حقیقت هدا هدایت ها که سیتره دارد، هیمنه دارد ولایت هم دارد یعنی بر مؤمن و کافر ولایت دارد وجودن هرچند مؤمن در نظام تشریح هم ولایتش رو به او سپرده اما... در حقیقت مشرک در ولایت تک... تشریعی خودش رو به او نسبورده لذا اینکه همه عالم مطیع او هستند در نظام تکوین و مرتبط با او هستند و سنگ و درخت و در حقیقت حجر و شجر در مقابل او ساجدند نسبت به او مطیعند این در حقیقت به لحاظ اون رابطه وجودی است که با نظام هدایت عامی که همه چیز رو خدای تبارک تعالی خلق کرده و هدایتشون رو قرار داده و انسان کامل رو سبب متصل به این ارض و سما قرار داده این کاملا سازگاره این سرات مستقیم وجودی میشه که همه عالم وجود بر اون سرات هستند درسته ما الله و الا هو به ناسیتها. یا اون آیه دیگه هستش که چی الا الاسرات المستقیم چی هستش آیه که حالا دو دوستان رجوع بکنن اگر به معجم چیز رجوع کنید سرات مستقیم خیلی فکر کردن راجع سودمنده حالا ایشون چند تا نکتش رو اینجا میفرمایند ببینید این نکات چقدر مصداقی و قابل مراقبه میشه یعنی از بحث مفهوم باید کار بکنیم خارج بشیم فقط نگاه رو مفهومی نکنیم که نگاه مفهومی فقط از جلسه که میریم بیرون علممون یه خورده مضاعف شده باشه و بیشتر شده باشه بلکه از جلسه که داریم میریم بیرون یک احساس رابطه در سرات مستقیم و به سوی سرات مستقیم با در حقیقت صاحبان ولایت کبرا داشته باشیم که احساس بکنیم رابطه با اونها رو در درون خودمون داریم و این سرمایه عظیم در وجود ما وجود وجود دارد درسته اما اگر متوجه بهش نکنیم این پرده جلوشو گرفته در وجود ما نه اینکه اون نیست نه اینکه او نیست لذا کافر هم در لحظه مرگ اون رابطه رو مییابد اما میبیند که اون رابطه رو بهش چی بوده بغض دارد و این سنگین ترین حالته که مییابد خودش رو چون انسان کامل مطلق وجود انسانه انسان مطلقه مطلق وجود انسانه لذا انسان به سمت انسان کامل داره حرکت میکنه در مطلق خودش که حالا این به سر جای خودش انشالله خواهد آمد اون وقت اون کسی که مطلق خودش رو میابه و میبینه باهاش دشمنه میبینه که با خودش دشمنه در حقیقت و این خیلی سنگین ترین دشمنی دشمنی انسان با خودشه اون لحظه اون رو میابد و اون یافتن خیلی براش چی هستش سنگین و گرانه که انسان با خودش دشمنی داشته باشه و با خودش ضربه زه بله همون مطابق عمل نکردن کفر کسی که کافره کسی که شرک زلال معصیت درسته مخالفت حقیقتا مخالفت در شرک زلال کفر ظلم مخالفت با خود انسانه چرا؟ چون لذا همونجاست که به خاطر همون وجود اون فطرته که مییابد خودش رو خود رو خود مطلقش رو به خاطر همینه که این وجود داره این رابطه رو مییابه اما میبینه که تو تمام دوران عمرش کار کرده علیه این حرکت کرده و چون علیه این حرکت کرده اگر تو مرتبه عمل باشه فقط تو نظام تطهیری بالاخره این تطهیر میشه با مواقف سخت و مواقفی که او رو تطهیر میکنن اگر نه نظام عملی فقط نبوده بلکه به نظام فکری رسیده یعنی یه طبیعت ثانویه برای خودش کار کرده ایجاد کرده که اون طبیعت ثانویه اعتقادات او رو تشکیل میده که اعتقادات او ذات او رو تشکیل. لذا فطرت خودش رو از حالت مخموره به محجوبه تبدیل کرده فطرت که خمیر ذاتی او سر جاش هست اما چی شده این فطرت به فطرت ثانویه هم در وجود شک گرفته این تعارض و تعاند اگر دو فطرت شده باشه دائمی میشه لذا خلوده لذا عذاب در جهنم خالده برای او چون دو فطرت برای او تشکیل شده اون فطرتی که به سمت خدا میخواد حرکت بکنه و سمت اطلاق رو داره و اون فطرتی که با ظلم و زلال و شرک در وجود شکل گرفته و چون اینجوری دائما عذابه و عذاب به عذب تبدیل نخواهد شد چرا؟ چون دوگانگی دیگه دو ذات در وجودش محقق شده او ذات ثانویه رو خودش چیکار کرده شکل داده درسته با اعتقادات شکل پیدا کرده اما اگر تر عمل بوده باشه البته عمل چی میشه عمل در نظام سختی ها فشار ها اینها مواقفه که تطهیر میکنه او رو میریزه عوارض میریزه اما اگر به علم و اعتقاد و ایمان تبدیل شد او در وجودش محکمه با هیچ در حقیقت فشاری تزلزل پیدا نمیکنه در این اما می یابد دوگانگی در وجودش رو لذا اگر کافر در وجودش یک گانگی ایجاد بشه یک گانگی بشه این یک گانگی چی میشه عذاب رو به اذب تبدیل میکنه یعنی دیگه عذاب رو احساس نخواهد کرد چون مطابق وجودش میشه دیگه در حالی که این نخواهد شد چرا چون اون فطرت هیچگاه از بین نمیره خیلی هم زیبا ایشون به یه آیه هم استناد میکنه که اولاک لهم ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اینجا زیل این آیه اینجا نه ولی تو بحث خودش لم یلبسوا ایمانهم بظلم استفاده میکنه که ظلم لباس و الا ایمان از بین نخواهد رفت ایمان از بین نخواهد رفت یعنی اون مرتبه فطرته، اصلیه ذاتی انسان لذا در حقیقت لم یلبسو ایمانهم به ظلمن نشون میده که در حقیقت فطرت اصلی انسان همیشه برقراره اونجا ایشون این بحث رو استفاده میکنه و بیان میکنه برای وجود انسان که بخواد تعارض و عذاب محقق بشه این در حقیقت ذات دوم ذات آرزی بود ابتداعا اما با تثبیتی که این ایجاد کرد ملکه وجودی که این کرد از بین نمیره دیگه تثبیت پیدا،, تثبیت پیدا کرد در وجودش ولی اینجور نیستش که این چی باشه؟ این در حقیقت یک طرفه بشه یعنی این ذات او با وجود فطرت مخموره در حقیقت چی هستش؟ عذاب رو برای او لذا اون دائما کمال رو میبینه در اونجا هم کمال رو میخواد اما میبینه از کمال چی هستش؟ محرومه اگر اون ذات نباشه ذات مخموره کمال رو دیگه نمی یافت دیگه نمی فهمید. لذا کافرین در جهنم آیا کمال رو می بینن می یابن یا نمی یابن می یابن اما این یافتن عذاب براشون چرا؟ چون می بینن که او هست ولی اینها ندارن محتاج بهش هم هستن اما ندارن این فقدان روایت دارد که این فقدان بالاتر از عذاب آتشی است که وجود اونها رو گرفته روایت میفرماید این خیلی سنگینه چرا این فقدان عظیم تره چون حقیقت خودش هم هست انسان بالاترین بالاترین عذاب اونجاست که بخواید چیزی رو که از بچه کودک گرفته تا در حقیقت هر کسی در عالیترین کمالات هستش بخوای خودشو از خودش رو اخودش بگیری بالاترین عذابه لذا فنا سخت ترین لحظه است دقت میکنید فنا خیلی سنگین و سخته حرفش ساده است فنا این است که انسان دیگه در حقیقت چی میشه می یابد در اونجا که هر قدمی که تا حال برای کمال برداشته بود با قدم محبت نفس که خیلی هم سرمایه عظیمی است در وجود انسان حالا باید این رو کنار بگذاره و محبت رب در وجود او فقط باشد درسته اون محبت رب وجود او رو یک سر الهی میکنه و از جنبه خلقی او رو خارج میکنه خیلی سنگین و سخته حرفش ساده است که ما بزنیم که این رو دیگه در حقیقت از تمام جنبه های یلل خلقی او رو کار میکنه؟ جدا میکنه و شعن رب میشه انسان در اینجا چی میشه؟ شعن رب میشه یعنی و ما یا الا ان یشاء الله دیگه این اراده از خودش نداره نه اراده نداره دیگه فائل مختار نیست یعنی تمام اراده خودش رو محف کرده در اونش که خدا میخواد ما یشا ان الله چیزی نمیخواد غیر از اون که خدا میخواهد درست اراده الهی هستش این میشه در مرتبه فعل در مرتبه صفت و در مرتبه ذاتش در حقیقت چی میشه تو تمام مراتب خودش رو از خودش فانی میکنه دیگه هیچ انانیتی براش باقی نمیمونه حالا بدونید سراد چقدر کار میرسه این سراد یکی از مفاهیم کلیدی هدایته و ولایته یکی از مفاهیم کلیدی هدایت و ولایت که هدایت متفرع بر ولایت ازا عرفت هازا علم تعن سرات المستقیم الذي هو سرات غیر الزالین سرات لا یقع فیه شرك ولا ظلم البته لا یقع فیه شرك ولا ظلم یعنی هیچ جهتی از ظلم و هیچ جهتی از شرک نه ظلم عظیمی که مثلا عظیم باشه نه نکره اومده لا یقع فیه شرکون ولا ظلمون هیچ شرک و ظلمی درش نیست کما لا یقع فیه زلالون البته چون این ستا با هم دیگه چی بودن؟ متلازم بودن پس هیچ زلالی هم نیست اگر در آیه میفرماید که اهدن از سرات المستقیم سرات الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الظالین یعنی داریم تقاضا میکنیم ورود به سراتی رو که هیچ مرتبه ظلم زلال و شرک درش نباشه حالا ببینید چقدر تقاضا عظیمه در هر نماز ما این رو داریم میخوایم که هیچ مرتبه از ظلم زلال و در حقیقت شرک درش نباشه اگر عظمت این خواست و درخواست در وجود انسان باشه هیبت جاری کردن این الفاظ بر زبان سنگینی کار رو آشکار خواهد کرد که این تقاضا چقدر عظیمه داریم میخوایم و ما با چه صحو و چه نسیان و چه حالت در حقیقت چی قفلتی این بیان رو و این تقاضا رو دائما از خدای تبارک و می میکنیم لذا اجابتش هم مطابق همون صحوه اما اگر کسی در حد مفهوم هم سنگینی این تقاضا رو احساس کرد درسته اقلش این است که دعای مفهومی محقق شده اقلش این است که تقاضای مفهومی محقق شده کم کم این مراقبه تقاضای مفهومی رو به مستاقی تبدیل خواهد کرد ازا با این نگاه از این به بعد انشالله سعی بکنیم که تقاضامون رو در اهدن از المستقیمی که خدای تعالی به ما یاد داده و بیان کرده یاد بگیریم نحوه بیان رو چقدر عظیمه که خدا فاتحت کتابش رو به عالی ترین نمادهای هدایت و ضرورت انسان و اونچه که ذات این رو تشکیل میده و اونچه که بقای این حقیقت رو تشکیل میده اونم انسانی که گل سرسبد خلقت خدای تبارکات آلا و ثمره خلقت الهی است و نتیجه تمام اسماء الهی است همه اینها خلاصه شده در یه سوره حمد درسته که بیان داره میشه ببینیم چقدر این عظمت داره و به ما اجازه داده خدای تبارکات اعلی و واجب کرده اجازه داده و واجب کرده که در نمازهای پنجگانمون باید چیکار بکنیم؟ باید خلاصه این سوره رو اقلا ده بار بدون جانشینی جانشینم نداره این بیاناتی که میفرمایند این سوره جانشین نداره نشون میده که تو وجود انسان این حقیقت قابل جایگزین دیگری نیست برخلاف صور دیگری که در قسمت دوم نماز خونده میشه که قابل جایگزینیه که اونا بهرهای مختلفه دقت میکنید اما سوره حمد قابل جایگزینی نیست باید حتما سوره حمد خوانده بشه درسته حتی به ما گفتن به جای اون تسبیحات میتونه کسی چی بخونه جایزه که سوره حمد اما سوره حمد جایز نیست که جایگزین بکنه این عدم جایگزینی و وجوب خیلی در حقیقت چی هستش خیلی نتایج داره یعنی قابل فکره که چرا اجازه داده نشده تعبدی صرف که آدم فکر مونه که این حالا بالاخره به با ما اینجوری گفتن از بابه که همه یه جور نه ابدا این نیست که همه بخوان یه جور فقط خونده باشه خواهیم میخواستن همه یه جور بخونن بیانات دیگر هم گفتن همه یه جور بخونن نه این نشون میده که این حقیقت تو وجود انسان کاری میکنه این حمد که قابل جایگزینی نیست چیز دیگری این کار ازش نمیاد با اینکه آیات دیگر قرآن باشه با اینکه صور دیگر قرآن باشه جایگزین این نیست عظمت این آیه این سوره در اینجا آشکار میشه لذا به تک تک آیاتش باید با این نگاه که در وجود انسان کارایی دارد که قابل جایگزینی نیست و این چند آیه هیچ در جایگزینی در قرآن کریم ندارد با این نگاه چقدر از میشه که خدا به ما اجازه داده و علاوه بر اجازه واجب کرده بله میفرماید که اذا عرفت هازاف علم تن سرات المستقیم الذي هو سرات غیر زالین سراتون لا یقع فیه شرکون ولا ظلمون البته كما لا یقع فیه زلالون البته لا فی باطن الجنانه نه در درون قلب این در حقیقت من کفر او خطور که لا یرضا به الله سبحانه این لا یقفیه هیچ کدام از زلال و شرک و ظلم نه در درون قلب این عالی ترین نگاهشه که اینجا میکنه نه در درون هیچ مرتبه از زلال و شرک و ظلم هست که میشه اعتقاد و ایمان و نه در حقیقت فی ظاهر الجواره و من فعل معصیت او قصور فی طاعتن یعنی کسی که در سرات مستقیم قرار میگیره یا تقاضای سرات مستقیم رو داره میکنه باید توجه داشته باشه که این تقاضای حقیقتی رو داره میکنه که در درونش هیچ ظلم و شرک و زلالی نباشه و در ظاهرش هم که افعالشه هیچ قصور و نسیان و کوتاهی در کار نباشه داره این رو از خدا میخواد هیچ کوتاهی نباشه ولافی ظاهر الجوارح والارکان من فعل معصیت او قصور فی طاعه و هاذا هو حق التوحید این حق توحیده که اینجا داریم ما با اهدن از المستقیم عالی ترین مرتبه توحید که حق توحید رو از خدا میخوایم هاذا اینو خدا به ما یاد داده دیگه ما اگر یعنی ما خودمون بلد نبودیم هاذا و حق التوحید علما و عملا از لا سالسه لهما سالسی برای علم و عمل در کار نیست از لا سالس لهما و مازا بعد الحق الا زلال چرا سالس ندارند؟ به خاطر اینکه بعد از یا توحید یا زلالت و شرک درسته بین اینها راه سومی در کار نیست بگیم حالا ما توی مرز سلامتی حرکت میکنیم اما حالا تو حق توحیدم نمیخوایم راه نداره یا انسان باید در راه توحید باشه یا در راه زلال و شرکه هر جا تو راه توحید نبود هر لحظه و هر ذره و هر زمانی هر آنی همون آن در, ز... در راه چی هستش؟ حتما در راه شرک و ظلم و زلاله امکان ندارد پس اگر دیدیم بعضی از حالات قفلته قفلت یعنی چی؟ ظلم قفلت یعنی زلال قفلت یعنی شرک حالا ببینیم اگر بخوایم ترازو کنیم در حقیقت ظلم ها و شرک ها و زلال ها رو بسنجیم این ترازو کفه ظلم و شرکش نسبت به ما چه خواهد کرد بعد میفرماید که لذا فرمود و ینطبق علا ذالک قوله تعالی مرحوم علامه با این آیه خیلی مکیفه با این آیه که الان میفرماید خیلی الذین آمنو و لم یلبسو ایمانهم به ظلمن لهم الامن و هم محتدون کسانی که ایمان آوردند و لم ایمان ایمانهم به ظلمن یعنی هیچ ظلمی در ایمانشون راه پیدا نکرد این ایمان چقدر عظیم میشه درسته و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون این ایمان ایمان خاصی میشه که لم یلبسوا ایمانهم به ظلمن هیچ ظلمی در او راه ندارد یعنی تمام مراتب کمال و هدایتش محقق شده یعنی هیچ لحظه ای از وجودشون چیه قفلت نداره هیچ لحظه از وجودشون قفلتوش توش نیست نه خوابش نه بیداریش نه در حقیقت خوردنش نه راه رفتنش قفلت توش راه نداره چون اگر قفلت راه داشته باشه با توجه به بیان قبل گفت راه نداره لا سالس الله ما. یا در حال ظلمه یا در حالت چی ایمان و هدایت درسته وقتی لا سال صلح و ماست یعنی اینا که میفرماد اینها دائما در حال ایمان هستند و لم یلبسوا ایمانهم ظلمن یعنی تمام لحظاتشون لحظات حضوره لذا میفرماد الذين امنوا ولم یلبسوا ایمانهم ظلمن اولئک لهم الامن امن کدام مقامه اگر یادتون باشه چی هستش و هم من فزع یومئذ امنون اینها از فزع اون روز در امنند چرا در امنن از فضای اون روز؟ حالا با این آیه خوب معلوم میشه کسی که هیچ مرتبه ظلمی در وجودش راه نداره درسته؟ فضع برای چی بود؟ برای جدا شدن اون ناخالصی ها ظلم ها شرک ها زلالت ها از وجوده یعنی فضع نفخ سور اول و نفخ سور ثانی که فضع به دنبال این هاست برای جدا کردن ناخالصی ها از وجوده کسی که وجودش ناخالصی ندارد فضع ندارد و هم من فضع یوم این اینها از فضع اون روز در امانن در امنن درسته؟ یا میفرماید که فسعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله من شاء الله کیا هستن کسانی که لم یلبسو ایمان هم به ظلمه. هیچ ظلمی در وجودشون نیست لذا سعی قبقیه سعقشون برای چی هستش؟ برای جدا شدن اون ناخالصی هاست اینها ولی ناخالصی ندارن لم یلبسو ایمان پس سرات مستقیم کارش این است ما داریم این حقیقت رو هر روز از خدا میخوایم که برسیم به موتنی که من یوم و آمنون چون هیچ در حقیقت قفلت و شرک و ظلمی و زلالی در وجودمون نباشه و فیه تثبیت للامن فت طریق در طریق اینها در امنن شیطان در وجود اینها رسوخ نداره چون قفلت زلالت ظلم شرک در وجود اینها راه نداره پس در طریق و راه چی هستن در امنن اما این راه از اون راههایی نیستش که راه بعدا به مقصد برسه قبلا اینو بیان کردیم راهی است که راه اینه مقصده چرا راه اینه مقصده چون وقتی مقصد نامتناهی بود انسان همیشه در راهه چون مقصد نامتناهیه درسته؟ چون مقصد نامتناهیه هیچگاه نیست که انسان برسد بگه تمام شد از راه خارج شدم همیشه در راه و این همیشه در راه بودن هدفه مقصده همیشه در راه بودن لذا اهدن از سرات المستقیم سرات در اینه که راهه در این حال هدفه لذا اینها در راه در حقیقت چی هستن؟ فیه تسبیتون للعمد فت طریق و وعدون بالاحتداء تام اینها وعده داده شده بهشون به اهتداء تام به هدایت تام چرا و هم مهتدون دنبال آیه اولئک لهم الامن و هم مهتدون اینها هدایت شدن لذا بل اهتداء تام بناا علی ما ذکروه از چه بر... از چه استفاده کنیم و هم مهتدون از این باب که من کون اسم الفائل حقیقتا فل استقبال فلیفهم هاذا فهذا نعت من نعوت الصراط المستقیم از اون بابی که اسم فائل حقیقتش برای در حقیقت زمان چی هستش استقبال قطعا در حالش چیز اش... کردن گاهی اختلاف کردن هرچند در حال رو هم غالبا قائلا به این که چی هستش حقیقت متلبس در حال رو هم شامل میشه اما در گذشته رو چی هستش در نسبت به گذشته لذا نسبت به گذشته میگن که چی هستش اگر اسم فائل باشه اسم فائل عمل وقتی که زمانش گذشته باشه عامل نیست عمل نمی کنه اگر یاد تو ادبیات هم دقت می کنید حالا اونم یه جهتی با این بحث دقیق فلسفی رابطه پیدا میکنه این یه نکته بود بعد ایشون میفرماد حالا اینجا دیگه ساده است که حالا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین ان انعمت علیهم امن امن علیهم همون جوری که در اون آیه دیگری میفرماید اینها چی هستن؟ منعمون علیهم یه عده خاص هستن که کسانی که در سرات قرار میگیرن ملحق به اونها میشن اولا اکمه انعم الله علیهم لذا میفرماست سمه این نو بله بله آخرم که خلاف با اصولی که دل بله دل بله دلد. حالا این بحث ادبی شو ان تو بحث دیگری عرض می ما خدمتتون اشاره کردیم اما اون دو نکته تفسیری شو که فرمودید یکی این که امن در طریق رو از کجایشون استفاده کرده که الذین آمنو و لم یلبسو ایمانهم به ظلمن این از کجا استفاده میشه به نظر شما میفرماید که آمنو و لم یلبسو یعنی امکان تلبس هست و الا نفیش چی بود معنی نمیداد اگر اینها در, م... در, به هدف رسیده بودند و به قایت رسیده بودند تو مسیر نبودن بحث لم یلبسو ایمانهم به ظلم معنا نمیداد که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم اینها دائما لم یلبسوا ایمانهم به ظلم یعنی تو مسیرن که دائما لم یلبسوا ایمانهم به ظلم دائما حواسشون هستش که ایمانشون به ظلم چی نشه متلبس نشه و وعدون بل که ایشون فرمود اولائه که لهم الامن ام کجا محقق میشه ایشون میفرماید که این لهم الامن میگه اگر کسی تو طریق این حالت رو داشت میشه امنیت در طریق براش امنیت در طریق هدایت تامه است که در نتیجه است هدایت تامه و هم محتدون هدایت تامه در نتیجه است چون اهتداء دیگه پذیرش هدایت هست. درسته لذا ایشون هم میفرماید که این اسم فائل که محتدون رو در اینجا اسم فائل گرفتن به لحاظ این است که این متلبس شد بهش دیگه و هم محتدون دیگه این هدایت براشون چی شده؟ متحقق شده آیا هدایت نتیجه هست یا نیست؟ هدایت نتیجه هست یا نیست؟ لذا وعدون بل التام تام از این باب است که نتیجه است. اما سرات لم یلوس و هم به ظلم راهه تونستم ارزمان برسونم این دوتا در اینجا بیان شد اما اون بحث ادبیش رو بگذارید توی بحث ادبی ایشون هم یه اشاره فقط کرد یه خیلی بهش نخواست بپردازه ثم ان الله تعالی عرف هؤلاء المنعم علیهم الذين نسب الصراط المستقیم الیهم که اون شناسون در حقیقت این منعم علیهم رو الذين نسب الصراط المستقیم الیهم به قول تعالی و من یوت الله اونهایی رو که نسبت صراط مستقیم بهشون داده معرفی کرده بکی و من یوت الله و رسول پس اطاعت رسول و اطاعت الهی انسان رو میکنه در سرات وارد میکنه یعنی اطاعت ورود به سراته پس حقیقت سرات چی هستش اطاعت عبودیت حقیقت سرات عبودیته و من یوت الله و رسول الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و و صالحین و حسن اولائک رفیقا و قد وصف هذا الایمان و قبل هازه آیه خیلی نکته جالبیه که این نکتهش هم دقت بکنید که قبل از این آیه آیه دیگری رو خدا مطرح میکند میفرماید که فلا و ربک لا یؤمنون حتی مو که فی ما شجر بینهم هم لا یجدون سم لا یجدو فی انفسهم هم هر جن من ما غزید و یسلمو تسلیما ولو انا كتبنا علیهم انقتلو انفسکم او اخرجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یو از به لکان خیر ل... لهم و اشد و میفرمد قبل از این آیه که و من یوت الله و رسول میگه بیان کرده که اطاعت خدا و رسول کجاست که آیه قبل س... جزء سنگین ترین دستورات تو نظام ولاییه میگه کسی که خدای وقتی که رسول خدا حکم میکنه فلا وربک لا یؤمنون اینا ایمان محقق نمیشه براشون الا این که حتی یو حکمو که فی ما شجر بینهم که وقتی که اختلاف بینشون میفته حکمه در اختلاف رو کی قرار بدن؟ تو قرار بدن که رسول خدا هستی و رسول ما هستی حتی یو حکمو که فی ما شجر بینهم اگر هم حکم کردی هر چند خلاف میلشون بوده ثم لا یجدو فی انفسهم هر جن مما قزید وقتی حکم تو آمد اینها از درون تسلیم میشن نه از بیرون مضطر به تسلیم بشن چون راهی ندارن چون حکم تو هستش تسلیم بشن از باب اینکه راهی ندارن به کی دیگه شکایت بکنن از کجا بخوان ظلم خواهی بکنن به نظر خودشون که مظلمشون رو بخوان بگیرن؟ نه وقتی که تو حکم کردی اینقدر نگاه اعتقادیشون به تو قویه که واقع رو میبینی حکم تو در وجود اینها اطاعت محضر رو به دنبال بیاره میگه اگر کسی به اینجا رسید که حرف نسول خدا در وجودش حکم مطلق بود و حاکمیت مطلق داشت این منیت الله و رسول در وجود او محقق شده درسته پس اطاعت رسول فقط در نگاه اینکه یه احکامی رو تبعیت بکنه نیست در سر تا سر وجودش همه چی میشه حاکمیت وجود رسول خدا میشه شعن رسول همونجوری که تو بعد قبلا که اونجا آیه رو عرض کردیم خدمتون که یوم ندعو کل اناس به امام هم در روزی که هر کسی رو به امامش میخوانند به امامش میخوانند یعنی این ملحق به امامشه یعنی این شعنی ذاتی در مقابل امامش نداره چرا؟ چون امام تو وجود این حاکم بوده حالا میخواد این امام خیر باشه میخواد امام شر باشه این ذاتش و وجودش مندکه در وجود و ذات امامشه من یوت الا و رسول یعنی اندکاک تو وجودش حاصل شده لذا وقتی که در روز جزا او رو میخوانند که رسول الهی است این هم همراه با او به عنوان شعن او همراهه اونجا هم. لذا اگر امن برای رسول خداست برای شعن رسول خدا هم که من یوت الا و رسول هست درسته اگر در برای او در حقیقت مقام شفاعت کبراست این به تبع رسول شفاعت دارد این به تبع چون شعن او شده خصوصیات او تو وجود اون سرایت کرده لذا میفرماید که فلا و ربک لایوم این آیه خیلی زیباست یعنی آیات الهی همش زیبا و کلا آیات آیاتهی خلاصه باید بگیم که جمیله، همش همه آیات در حقیقت جمیل است همه آیات الهی فلا و رب لا یؤمنون این تو همه جا هستشا همین امروز اگر انسان حکم الهی رو دید تسلیم بود حکم رسول الهی رو دید حکم در حقیقت اون نگاهی رو که منشع گرفته از اون رساله مرجع تقلیدش هم دید اگر این رو تلقی به حکم الهی کرد قبول کرد این رو این در حقیقت صدق میکنه مرتبه از او البته مرتبه از او صدق میکنه لا یؤمنون حتی یحکمون که ما بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا خیلی سخته حرف در درونشون هم هیچ تحرجی نیست هیچ نگرانی نیست تسلیم محض خیلی سخته خدایش خیلی سخته ولی جزایی که برش مترتبه خیلی عالیه پس حق دارن که این جزا رو در مقابل این تسلیم قرار میدن مما قزید و یسلمو تسلیما اینها تسلیم مطلقن تسلیم مطلقا نه تسلیم من وجه تسلیم مطلقا ولو انا حتی اینجوری که کتبنا علیه اگر ما می نوشتیم بر اینها ان اقتلوا انفسکم خودتون خودتون رو بکشید درسته یا اونجوری که در اون توبه چی وارد شد در خلاص توبه قوم موسی وارد شد ان انفسکم او من دیارکم اگر این احکام رو می نوشتیم که احکام سختی و سنگینی رو داره اینجا بیان میکنه ما فعلوه الا قلیل منهم یعنی خدا داره و خدا خوب ما رو میشناسه ما فعلوه الا من منه خیلی یا اینو انجام نمیدادن خدا رحم کرده که این حکم رو ننوشت داره فقط هشدار میده ها میگه اگه میخواید بشناسید بدونید که ما این احکام رو هم میتونیم داشته باشیم ها ما, ما میتونیم این احکام رو داشته باشیم خداست دیگه ولایتش تام ولی از, با از اینکه شما رسوا شما خیلی در حقیقت خروج پیدا نکنید از این قاعده ما این احکام رو ننوشتیم اما بدونید که این احکام امکان دارد توجهش به انسان ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منو ولو انهم اما اگر می نوشتیم یا اگر الان تصور میکند که این امکان هست و با همین امکان چی باشه تصور بکنه واقعا که اگر این احکام اومد خودش رو در جایی قرار بده که تابع باشه از حالا جوری خودش رو برنامه ریزی بکنه کار در حقیقت خودش رو تعریف بکنه که اگر این احکام باشه تابعه واقعا اگر این باشه ولو انه فعلو ما از اونی که ما وعز کردیم برای اینها این رو به عنوان وعز گرفته فعلو ما از اونبه. پند دادیم به اونها فعلو این رو اینها چی هستن لکان خیرا لهم و اشد و تسبیتا. این شدت تثبت در ایمان رو ایجاد میکنه لذا احکام الهی برای چی هستش تشدید تثبته داره قایت احکام رو بیان میکنه ها که احکامی که ما برای شما بیان کردیم برای شما قدم صدق میاره قدم ثابت میاره جای پای محکم میاره برای شما که اگر درست انجام بدید پس احکام رو اگر انجام بدید با جای پایمون محکم تر بشه کسی که میخواد مثلا یه وزن سنگینی رو یه جای پایین بکشه بالا سعی میکنه پاشو جایی بذاره که چی باشه محکم ترین باشه ولی لغزان باشه خودش هم ساقط میشه لذا میگه احکام دین جای پا رو محکم خواهد کرد این اشد و تثبیتا ایجاد میکنه بذارید این تمام شد و این که وصف کرد ایشان را به ثبات تام قولا و فعلا و ظاهرا و باطنا علی العبودیه بر عبودیت اینها را چکار